بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله. وقت خیر ارزکم لقلقی و قرمانجه عزیز، کردان نازنین، بیناره عالی قدر، به هر در دنیا که هنه، لایران، لعراق، لترکیه، لسوریه، لقاره آسیا، آفریقا، اقیانوسیه، اروپا، آمریکا، لهر گوشه و کنار وی، کره خاکی، عالم گهنه، مشمول عنایت پیغمبر و اهل بیت بن انشاءالله. لادامه سلسله مباحث اصول دین، اصول اعتقادات، اصول عقاید و کلام اسلامی گشتنی سلسله مباحث و دروس نبوت و پیغمبری، لادامه اسرار، اهداف و دلائل ضرورت پیغمبر و پیغمبری و نبوت، گشتنی برا آیات نما بیان کر، روایات نما بیان کر، روایت که مفصل آدرسه وی سا و دویجم وانه که اهل تحقیق مراجعه بکن، مقدار اکجی توضیح دادم و روایت ها جا امام صادق علیه السلام لکافی جلد یک صفحه 168. بله، حاکا فرمایش دکه ان ابی عبدالله علیه السلام انه قال للزندیق الذي سأله من اين اثبت او ثبت او اثبت الانبیاء و الرسول. امام صادق و زندیقک، یعنی سا زندیقک، کسی که دین خاطر نو، ایمان خاطر نو، معتقد نو، ملحد بو، زندیق بو، خود جا امام صادق پرس کرد، گفت دلائل نبوت و بعثت چیه؟ و چه دلیل ضرورت خواهد که پیغمبر بوه؟ امام صادق ساوی را حقا فرمایش کرد. قال علیه السلام انا لما اثبتنا ان لنا خالقا صانعا متعالیا عنا و عن جميع ما خلق و کان ذلک صانع حکیما متعالیا لم یجز ان یشاهده خلقه. امام صادق فرمایش کرد قبلا من اثبات خداشناسی ساتک گر، درسته؟ گو بله. قلوی ما اثبات گر که خالق ما، صانع ما، متعالی، خیلی متعالیه. خب، واقع خیلی متعالیه و جد تمام، خود طبیعتا تمام مخلوقه وی تحت فرمانه وی نه؟ و وا صانع و خالق و خدای حکیم متعالی، چون جسم که نن خلق و ویرا ارتباط مستقیم بگیرن و وشکن ویرا صحبت بکن ببینن، خب بالاخره جا فرامین ویگر استفاده بکنده، خالق صانعه او زانه و ماشین حرکت انسان چرا حرکت کردن تره چرا حرکت کردن تره. خب ساوی جهت ها گره پیغمبر بشینه، گره پیغمبر بشینه تا و پیغمبرا و خلکه را نشست و برخواست خواهبن، احتداج و استدلال بکن سا خلکه را، معجزه بینن، آگاهی بدن خلکه. فیوباشره هم و یوباشرو و یوحاجه هم و یوحاجو ثبت ان له سفراء فی خلقه. قوا ثابت دکه که خدی
ضروریه، واجبه، لازمه، عقلن، عرفن، شرعن سما پیغمبر بشیده. تا ام وجود بی پیغمبر را استفاده بکنی، خداشناس ببینی، طبق فطرت خواه اساسی رفتار بکنی. بعد فرمایش دیگه و پیغمبرانا خودی شاند ادامه داده، و پیغمبرانا خودی شاند تا خلقه لطرف مساله وان هدایت کن. خیلی مساله خان نزانن، مساله الهی گر ناس بکن. خیلی منافع اساسی خان نزانن، منافع مادی ترجیح دادن لمنافع معنوی و منافع الهی و منافع آخرتی. پیغمبر تن منافع اوان بیان بکن. خیلی بقا و فنای خان نزانن، خیال دکن و دنیا دنیای بقایه، در حالی که دنیا دنیای فنایه، دنیای بقا آخرته. و دنیا که تبادوه، تشته که تبادوه که بقا ننه. بشر جی که علاقه مند ننجه بین هر رفنا فانی بوه. پس معلوم قوا فطرته که لوجوده محیه که عمد خازنی بمیننی و دلیل ساویا که عالم و عوالم هکده نهیه همگرهینیم زندگی بکرنی. قواوی صورته که قبل از بی عالم ها جی عوالم ده هون، عالم زر و علست، عالم صلب پدر، عالم رحم مادر، قبرا عالم دنیه، بعدن عالم برزخ و قبر، بعد عالم قیامت جه، بعد جی عالم بهشته یا جنمه که اعاذن الله خودی مجه جنمه نجات بده و اهل بهشت ببینی انشاءالله. وان پیغمبرانا ببین، امر بکن، نهی بکن، جه طرف خودی هدایت بکن، ادب بکن بشر. قهقا فرمایشتکه خیلی مفصله عرض کرم که انشاءالله سعی بکرین وی حدیثا که لجلد یک کافی صفحه 168 به تفصیل بهرمند ببین و استفاده بکرین. جنظر عقلی خوب دقت بکرین، هدف آفرینش انسان، تکامل انسان و اختیاری وی و خواه. اگر انسان و اختیاری خب بگه کماله، چرا خوزه بگه کماله؟ بدون راهنما عقل قویه تشخیص داده. خب انسان ها در خوزه کامل بگه، چرا کامل بگه؟ راهنما در خوزه و مقدمه دین. اعمال و رفتار انسان گر اختیاری و خواه اختیار بکرد، چون موجوده که مختاره. مقدمه سوم، اطلاعات علم عادی، اطلاعات عقلی، اطلاعات حسی سا انسان کامل بوی نکافیه. واسه مقدمه عقلن دویجه ام وظیفه موایه معتقد و نبوت و بعثت ببینی و بعثت و نبوت پیغمبران زمین ساز نجات میه. خب عملا ام دبینینی عقل پیغمبر درونی، حس ظرفیت انسانی، پیغمبر پیام رسان و پیغمبر خالی، عقل بیرونی، عقل پیغمبر درونی، پیغمبر عقل بیرونی، قرآن پیام پیوندهنده ونا پیغمبر و عقل. قرآن پیغمبر عقل بگن و هورا هماهنگ انسان، انسانی که قلاغ داگره وی منطقا و درستی تعقیب بکره و به انسان عادل، انسان حکیم،
انسان مؤمن، انسان صادق و راستگو، انسان خداپرست، انسان خدا باور، انسان یار و یاور پیغمبر، انسانی که لوی یاری و یاوری ها مسیر سعادت و پیروزی تیره کرد. ادامه مبحث لسلسله درسان رن انشاءالله. امیدوارنی و دعای خیر پیغمبر، پیغمبر مهربان، نبی الرحمه و شبکرنی مسیر بندگی به احسن وجه پیاده بکرنی انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله يا